یکی از افراد مهم پناهنده از کره شمالی که به غرب آمده بر این باور است که جامعه جهانی برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های رهبر پیونگیانگ کیم جونگ اون باید حداکثر تلاش را برای جلب نظر و همکاری با او انجام دهد. تیا یونگ هو، نفر دوم سابق سفارت کره شمالی در لندن، در سخنرانی در اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی در واشنگتن افزود که مردم کشورش اگر بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت کنند دگرگون می‌شوند. به گفته او برخی مخاطره درگیری با پلیس را صرفاً برای اینکه مطلبی از دنیای خارج بیاموزند می‌پذیرند. USB is now even changed into small SD cards. کارت‌های USB به کارت‌های کوچکتر SD تبدیل شده. همان SD کارت‌هایی که در یک تلفن همراه است. در بین جوانان کره شمالی این کارت‌ها به کارت‌های درون بینی مشهور هستند، زیرا وقتی پلیس می‌خواهد آنها را بازرسی بدنی کند، فوراً کارت SD را در درون بینی خود فرو می‌کنند. اگرچه او برای آزادی مردم کشورش آموزش را به عنوان نسخه رهایی مطرح می‌کند، اما می‌گوید که رهبر کره شمالی هیچ ابایی از بکارگیری تانک و سلاح‌های سنگین علیه مردم خود ندارد.